هرچه در آسمان زمینه به الله تعلق داره و الالله ترجع الامور و همه کارها به الله دست باز میگرد، بازگشتش به سوی اونه. حالا دوباره وایساد خود ستایی، ستایی از یک امت جنایتکار و سربر و دستبر و پابر و آتش بزن که کنتم خیر امتن اخرجت للناس. این رم بدون استثناء غلط ترجمه کردن برای مردم تا کنون. شما کنتم بودید خیر بهترین امتها ملتها اخرجت للناس. داره به کی میگه؟ به عربها. عربها بهترین امت جهان بودن که خروج کردن، برانگیختن به مردم. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، همون دیکتاتوری، امر به معروف میکنید، از بدی باز میدارید، به خوبی وامی دارید، و تؤمنون بالله، و به این الله هم ایمان میارید. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. میگه اگر حالا ما که اینیم، اگه همه این اهل کتاب هم ایمان بیارن براشون بهتره. یک سری چرندیات رو بار میکنه، بعد میگه حالا اهل کتاب هم اگر ولو آمنه، اگر ایمان میابردن اهل کتاب، این اهل کتاب مسیحی ها و دیگر ادیان هم به ما ایمان میابردن مثل ما میشدن، لکان خیرن لهم، براشون خیلی بهتر بود. من هم المؤمنون و اکتر هم الفاسقون. میگه در میان اونها برخی ایمان دارن، مؤمنن، و بیشترشون هم فاسقن، اهل کتاب از یهودی و مسیحی. میگه بله، لن یضروکم الا اذیًا و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اینا میگه کاری از دستشون ساخته نیست. لن یضروکم، لن یضرک، میگیم به تو ضرری نمیرسونه. لن یضروکم، به شما ضرری نمیرسونن. الا اذیان، یعنی اذیتتون میکنن ولی ضرری بهتون نمیزنن. و این و اگر یقاتلوکم، با شما به جنگن، یولوکم الادبار، بالاخره از شما با سختی روگردون میشن. ثم لا ینصرون، بعدم یاری دیده نمیشن. خب ما امیدواریم که تا بند 112 رو بله چون میخوایم ادامه بدیم و چند شبی فاصله گرفتیم ازش، اجازه بدید که مقداری از جلوتر رو بگیم براتون. از بند 105، بند ایجاد اداره سانسور در اسلام و تازینامه قرآن. ول تکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بایستی که بوده باشد در میان شما که امتی، گروهی، یدعون الى الخیر، که فراخوانی بکنن به خوبی، به سوی خیر. اما این به سوی خیر چیه؟ همون تکفرمی اسلامه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف کنن و نهی از منکر، همین که الان رژیم داره. بعضی ها میگن رژیم پدر سوخته است، آخوندا بدن و قرآن خوبه. آقا این دایره امر به معروف و نهی از منکر و همه کثافتکاری هایی رو که به اسم امر به معروف و نهی از منکر در رژیم ننگین اسلامی در کشور ما میشه، مال همین آقا. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف کنن و از منکر باز بدارن. امر به معروف چیه؟ همه اون چیزایی است که در اینجا مردود در جامعه بشری، حجابه. که اگر شما یه خانومی یه ریز سرش باز باشه، ببرن سنگسارش بکنن، حقشونه. ببرن دستشو بندازن، پاشو ببرن، حقشونه. زیرا که مفسد شناخته میشه. مفسد و حق دارن تمام قوانینش، قوانین این کتاب
به صورت سلسله‌ای به هم چسبیده است. پس اداره سانسوری رو که شما می‌بینید در اسلام هست که شما حق نداری لباس به میل خودت بپوشی، شما حق نداری حرف رو به میل خودت بزنی، حق نداری چیزی بگی که ضد این کتاب باشه، حق نداری چیزی بگی که انتقادی از این داشته باشه، حق نداری. این وقت میشه نهی از شما کار منکر کردی و باید نهی بشی. پس این بند که بند 105 هست، صدور بخشنامه دایره امر به معروف و نهی از منکره که رژیم هم خیلی به این قضیه چسبیده که آقا موی این خانم اینقدر بلنده، نمیدونم شلوارش کوتاست، نمیدونم چادرش اینجوری پوشیده. این اداره سانسور اسلامی همین بند 105. بعد میگه و اولای که هم المفلحون، اونایی که اون وقت این کارو میکنن جلوی مردم رو میگیرن، گشت سار الله، هم برادر این یارو اصفهانیه که مصطفی کریمی که فرمانده گشت سار الله بوده که اینو بگیر اونو بگیر فلان اینا، اینا اولای که هم المفلحونن، اینا رستگار میشن. خود این یارو اصفهانیه که ننگیست به دامان مردم خوب اصفهان، بهترین بچه های ما خودشون هم میدونن کیان، در اصفهان هستن، این ننگ هم از اونجا میاد بیرون. همین یارو کریمی سرپرست اداره نمیدونم اطلاعات و مخابرات، فرمانده اطلاعات و مخابرات پاسداران در سال 63 و 64. بعد این دفعه میادم بیرون وای میسه فیلسوف میشه. آخه یه پاسداری که با پاسداری اومده یه سری معلومات رو از دهن این آخون اون آخون گرفته، بهشم گفتن این زهرمار مدرک رو بگیر تو دکتری، پاشو برو شنگول و منگول خوندی یا الهیات.